نوتاج سرنا، سفیر هند در واشنگتن، از آقای مودی در میدان هوایی اندرو استقبال به عمل آورد. قرار است آقای مودی امروز یکشنبه با اعضای جامعه هندی های ایالات متحده بیانیه ایراد نماید. انتظار می رود که آقای مودی فردا دوشنبه با رئیس جمهور ترامپ در قصر سفید دیدار کند و یک سلسله موضوعات به شمول اعطای ویزه به کارمندان ماهر و مجرب، طرق افزایش روابط دفاعی و همکاری در مبارزه علیه شورش را به بحث بگیرند. سفیر هند در اشاره به ملاقات رهبران هند و ایالات متحده بر اهمیت همکاری های دفاعی و امنیتی بین دو کشور اشاره کرده گفت: انتظار داریم زمانی که دو رهبر با هم دیدار می کنند، تبادل نظر مفصل و با جزئیات خواهند داشت. آنان یکدیگر را بهتر می شناسند و در مورد تماس ها و ارتباطات بیشتر دو کشور صحبت خواهند کرد. مسائل دفاعی، امنیت و مبارزه با دهشت افغانی از جمله موضوعاتی است که برای کشور ما و ایالات متحده بسیار مهم می باشد. قبل از ورود آقای مودی به ایالات متحده، اداره رئیس جمهور ترامپ فروش طیاره های بدون سرنشین را به هند اجازه داد. از لحاظ تاریخی، روابط هند و ایالات متحده به چگونگی کاراکتر و شخصیت رهبران این کشورها مرتبط بوده است. دلیلی وجود دارد تا باور داشته باشیم که مودی و ترامپ از لحاظ شخصی با هم توافق خواهند داشت. با آنکه با هم ندیدند، هر دوی آنها بر رسانه‌های اجتماعی زیاد تمایل داشته و تمرکز بیشتر آنها روی خلق کردن فرصت‌های کاری در داخل کشور می باشد. ساتو لیمی، پژوهشگر در مرکز پژوهشی شرق و غرب، می گوید هر دو رهبر معامله‌گران خوبی اند. آنان معامله‌گران مدبری هستند. برای اینکه موضوع به طور یقین دانسته شود، یکی از طریق سکتور خصوصی ارتقا کرده است و دومی از طریق حزب و حکومت هند پیشرفت نموده است. آنان به خوبی می‌دانند که چگونه فعالیت و معامله کنند. آنان می‌دانند که چگونه بیانیه ایراد کنند. برخلاف اجلاس سران هند و ایالات متحده در گذشته، این بار توقع نمی‌رود که معاملات کلان بین آنها صورت بگیرد. با آن هم هند در صدد است تا به ارزش چندین میلیارد دلار طیاره‌های بی پیلوت شکاری از ایالات متحده خریداری کند. نجیبه خلیل، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.